José, nous allons. سلام، صبحتون بخیر. دلو روز نیستم، نمیدار شهران سرد شده. دلام، صبحتون بخیر. میخوام گرین پاودرم بخورم، پودر سبز. من تصمیم گرفتم گرین پاودر دوباره. چرا؟ نه، واقعا چرا؟ چون اسکولی. حالا چرا دیگه من نمیخوام گرین پاودر بخورم؟ تو ویدیوی بعدی بهتون میگم. نشوخیارم، همینجا بهتون میگم. هی میگم ویدیوی بعدی. حالا حقیقت این که من بهتون گفتم من تا گرین پاودر نخورده بودم، بار اولم بودش. خیلی میگم بلوتین کام کنه به گوارش و این حرفا. درسته. حالا چیزی تو گرین پاودر چی هستش؟ یه جوری استاره سبزیجات مختلفو گرفتن، یا مثلا چی گفت ویتامینشونو. یه سری ویتامینش در واقع اومده تو این قوطی. و حالا این پشت قوطی که مثلا میخونی چه چیزایی داره، نوشته آهن داره، سدیم داره، فیبر داره، حالا فیبرایی که از اپل فروت، گرین سوپر فود بلند، پری بایوتیک. خیلی چیزای مختلف. مثلا یه لیست بلند بالا از میوه‌ای هستش که تو خیلی از میوه‌ها و سبزیجات هستن. و درسته که ما روزانه اون حجم از میوه و سبزیجات رو نمیخوریم، ولی خب بهتر از غذا بگیریم. وقتی یه جوری این پودر رو میگیری، یه سری اوقات جوری خودتو گول میزنی که اوکی این پودر کارو خوشو میکنه دیگه، لازم نیست من یه سری میوه‌ها و سبزیجات و آنتی اکسیدان و اینا رو بخورم، خیلی چیز بدیه. خیلیشون خیلی هم گرونن. واسه همین گفتم که فعلا تمرکزم رو غذا باشه و یعنی فعلا میتونم سبزیجات و میوه و آنتی اکسیدان و چیزامو از غذا تامین کنم. اگه به جایی رسید که خیلی برام سخت شد و نیاز داشتم که پودر بگیرم، اون موقع میگیرم. بریم سراغ ادیت. من اینقدر انبه دوست دارم، اینقدر انبه دوست دارم و خیلی دارم برای انبه تنگ شد. نمیدونستم که انبه یخ زده دارم تو فریزر. تای فریزرم رو پیدا کردم. قطعا که انبه تازه هست، یه چیز دیگه است. ولی خب اینجا خب هم میوه تازه یکم گرونتره و همین که سریع خراب میشه. مثلا من یه انبه تازه بگیرم، مثلا یه موز تازه بگیرم، فلان فلان میوه‌های مختلف، و خب نمی‌رسم که همشون توی هفته اینا بخورم، بعد خراب میشه. من اینکه حالا هر بار که میرم مثلا فروشگاه یه چیز تازه بگیرم، چون واقعا میوه و سبزی تازه رو خیلی دوست دارم. مثلا یکی از چیزایی که خیلی دلم تنگ شده اینکه تو ایران با خانواده‌ام می‌رفتیم تره بار، اصلا حتی بوی میوه و سبزیجات تازه اصلا عاشقش بودم، بعد کلی می‌گرفتیم، بعد خیلی خوب بود دیگه. اشکال نداره. پنکیک پروتئینی که دستورش هم گذاشتم و میذارم اینجا، از این به بعد دیگه هر موقع میخورم میذارم اینجا ویدیوشو و شما ببینید. خیلی خیلی خوشحال میشم که حمایت کنین که من باز رسیپی خفن تر براتون بذارم، تغذیه سالم و خوشمزه رو براتون راحت تر کنم. بله، با کره بادوم زمینی و انبه با قهوه بدون کافئینم. امروز لگ دی داریم، پایین تنه با تمرکز بر باسن. جمعه ها پایین تنه با تمرکز بر باسن، دوشنبه ها پایین تنه با تمرکز بر ران. بس بونم بخورم. وسط تمرین فهمیدم دارم میمیرم. وسط تمرین که نه، اولین حرکت زدم و اینجور دارم که دارم جون میدم. نمیخوام پری ورک اوت بزنم. بیان که نه، من معتاد نیستم اصلا. من معتاد پری ورک اوت؟ نه، یه هفته نزدم. کسی که معتاد بشه که نمیتونی یه هفته نزنه. صورت هم داره دوندون دوندون میشه، تأثیر پیورک هاته. دلم میخواد صورت هم بخارونم بکنم، ولی عوضش تمرین خوبی دارم اونجز. تازه نصفش هم نشده. تموم شد. او مای گاد، نمیدونم خوشحالم یا ناراحتم یا دارم به خودم فوش میدم. خیلی خودم افتخار میکنم که تمرین امروز هم کردم. It was amazing. It was perfect. دیرم شده. پودر پروتئین، کراتین با گرین، غلات. غلات پخته شده. آره فکر کنم. شبم پیم داد، بعد گفتش که استارباکس توی یخچاله دیکف. I love you girl. That's so sweet. نم 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 نم.
کافیه بدون کافئینه؟ به همراه شیر فکر کنم دیگه. آره of course. That's so cute. که برام کافی گرفتی گذاشتی توی یخچال. دیکف هم گرفتی بدون کافئین. آره. تعالی میخوام نهارم بخورم. ولی ادامهشو میخورم. اینجا سالاد داریم. اینجا هم غذامونه. بذار براتون توضیح بدم. دیشب براتون ویدیو گرفتم که گفتم میخوام غذای هلو فرش رو درست کنم. اصلا وصل نداشتم طبق رسیپی پیش برم. Don't judge me. واقعا وصل نداشتم. یه نگاه انداختم به رسیپی و بعد رسیپی گوشتم کنار و گوشت چرخ کرده بوغلمون، آره، با یکم ادویه به صورت گرد درستش کردم، گذاشتم تو ایرفایر. سه حالت کتلت بوغلمون طوره: فیله تیلاپیا یک عدد، کدو پخته شده، سیب زمینی پخته شده، کدو سیب زمینی آبپزه، و اینم که میبینید برنج نیستش، غلاته، غلات پخته شده. آره یه نوع غلات بودش که تو این بسته هلو فرش بود. اینجا هم سالادمون داریم: کرفس، ریحون، گوجه، هویج، پیاز، و روشم با عنوان سس ماست آب لیمو و نمک ریختم. به به، عجب وعده‌ای داریم ما. یه عالمه است. این برای دو وعده است. نصفش رو الان می‌خورم، نصفش هم بعدش رو گردم. نهار بخوریم فاینالی. کدو آب پز؟ نه 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 never ever again. اوه نه خوشم نایمد. بذار ببینیم کتلت بوغلمون، اسمم اسمش چی هست ولی کتلت بوغلمون اونجوری شده. زرکتون گود. سیب زمینی آب پز. سیب زمینی همین جورش خوبه. سیب زمینی انقدر تو مدرسه منو مسخره میکردن برای اینکه به زمین میگفتم زمین، مثلا سیب زمینی رو میگم سیب زمینی، خیلی مسخره میکردن. آیا یادم افتاد. غلات غلات هم خوبه. نمیدونم چیه دقیقا ولی رو بستش نوشته بود گرینز. قیافش هم که میبینید شبیه برنجه ولی دون دون دونه. من تا حالا نهیدم چیزی مزه خاصی نمیده ولی پروتئینش خیلی بالاست و فیبرش. فیبر سالادمون خیلی متنوع این دفعه. خوب خیلی پسندیدم. برم بخورم. No. At least say the first part Musa. Right. Musa. Call him Kusal. Kusal, keep it. He likes Kusal. He doesn't care. You can call me Kusu Kus. Kus. I don't know what it means. Again. It means valuable. Oh my god. On the fish. What? You don't like my teeth? No? No? God. Elena. What? Why you can bother me but I can't? How did I bother you like this? Look at my white teeth. میخوام یه حقیقتی رو بهتون بگم. فکر کنم اکثرتون متوجه شدید خودتون، ولی لازم دونستم که بگم. من میشه گفت یه هفته است، شاید بیشتر، که کتاب نخوندم. یعنی از زمانی که دیگه تو ویدیوها هیچ اشاره به کتاب نکردم. اول اینکه از ابتدای چالش من کتابی شروع کردم که سلف ایمپروومنت یا کتاب توسعه فردی نبودش. درصدی که تو این چالش گفته شده که حتما کتاب بعد کتاب توسعه فردی باشه. سلف هلپ، سلف ایمپروومنت بوک. من این کار نکردم بخاطر اینکه نداشتم و همه کتابای سلف ایمپروومنت هم اینا رو تو ایران گذاشته بودم و خب حقیقتا راستش رو بخوام بگم پشت گوش انداختم که بخوام برام کتاب بگیرم. بعد از چند روز اینجوری بودم که اوکی این کتاب خیلی مناسب نیستش، کتاب قشنگیه ولی به درد این چالش نمیخوره. و بعد شروع کردم که کتاب تفکر عمیق رو تو آیپدم خوندم که بازم یه اشتباه دیگه بودش، چون این چالش میگه حتما کتاب باید فیزیکی باشه. من داشتم تو آیپدم میخوندم، کتابو میذاشتم آخر شب میخوندم که قشنگ چشام میرفت و خوابم میومد. 5 دقیقه اینا میخوندم و 10 صفحه هم نمیشدش، تقریبا 2 صفحه 3 صفحه میخوندم و بعد خوابم میگرفت با همون آیپد و میخوابیدم.
یعنی اشتباه تو اشتباه تو اشتباه. میدونم میدونم میدونم. و تو این چالش میگه که اگه یه کاری رو انجام ندی و دوباره از صفر شروع کنی. من کاری ندارم، اوکی دارم چالش رو انجام میدم، ولی نمیخوام از صفر شروع کنم. من دارم به مدل خودم انجام میدم و مدل خود من این هستش که اگه یه چیز رو انجام ندادم یا نشد از صفر شروع نمی کنم، چون زندگی اینجوری کار نمی کنه. پیش میاد تو این مسیر سه چیز رو انجام نمیدی، پشت گوش میندازی یا اشتباه میکنی و به دفعات. یعنی قضیه کتابو من کلن اشتباه انجام دادم از اول چالش، کلن اشتباه کردم. بعد از چند روز کلن هم دیگه حتی تو آیپدم هم نخوندم، یعنی یه هفته اخیر من حتی کتاب تو آیپدم هم نخوندم، کلن بحث کتاب انجام ندادم و اشاره هم بهش نکردم که بازی اشتباه دیگه بودش. دیشب اینجوری بودم که نمیخوام اینطوری باشه و به نیوشا پیام دادم، گفتم که اگه کتاب داری، کتاب سلف ایمپروومنت داری، میشه قرض بگیرم. داشتم یه پشت گوش مینداختم که نرم کتاب بگیرم و گفتم که آقا بذار خودم راحتش کنم. من تو ایران خیلی با دوستان مثلا کتاب اصلا یه قرض میگرفتیم، به جای که هی بریم بخریم اگه یه سری کتابایی که دوست دارید بخونید یکی داره چه ازش قرض نگیرید. و من خیلی کتاب مرتب نگه میدارم، خیلی، یعنی یه جوری من کتاب میخونم که انگار تا حالا بهش دست زده نشده، اصلا نه هایلایت میکشم نه خودکار میشم، هیچی، نکات مهمشو من عکس میگیرم رو گوشیم ذخیره میکنم، یا تکستا رو حتی مینویسم، تکستای قشنگی کتابی که دوست دارم مینویسم یا عکس میگیرم، ولی به هیچ عنوان کتابو خط نمیذارم. انیویز لب کلام اینو خواستم بهتون بگم که خواستم تو این چالش هم خودم یاد بگیرم و هم به بقیه اینو منتقل کنم که اگه چیزی رو انجام ندادی توی مسیر، اگه پشت گوش انداختی، اگه اشتباه کردی، از صفر شروع نکن. نه اوکی از اول، نه اوکی بذار من تا میتونم پرخوری کنم از شنبه رژیمم درو شروع میکنم. چرا؟ هر وقت که میتونی، تو جایی که میتونی، سعی کن انتخابهای سالمتر برای خودت داشته باشی. بعضی اوقات شاید انتخاب سالم خوردن یه شکلات باشه، بعضی اوقات انتخاب سالم نخوردن یک سالاده. یعنی همیشه قرار نیستش که همه چی سالم باشه. اوکی دارم چالش رو انجام میدم و هیچ چیت میلی، هیچ وعده تقلبی ندارم. این چالش که تموم بشه برمیگردم به تعادل خودم، واقعا برمیگردم. میدونم این بخشی که تو با انجام ندادم و درستم نیستش، ولی من نمیخوام چالش رو از صفر شروع کنم. مهم اینه که کتابو گرفتم و کتابم که نیوشا میخوام قرض بگیرم اینه، های پرفورمنس هابیتس. نیوشا بهم گفت در مورد یه سری عادتهای خیلی خفنی که تو زندگی هر کسی باید داشته باشه، میخوام اینو شروع کنم از امروز. خیلی خوشحالم که برایشم به کتاب ملای که عاشق کتاب بوده، کلی کتاب میخوند، در مدت هاست که از کتاب دور شده، ولی تو این روزای باقی مونده میخوام این عادت رو دوباره برگردونم و خیلی خوشحالم که اینو بهتون گفتم صادقانه. تو الانم به کسی دروغ نگفتم، فقط هیچ اشاره‌ای بهش نکردم، چون احساس کردم که نمیدونم اصلا دیگه نمیخوام توضیح بدم، فقط میدونم که خوشحالم که الان میخوام انجامش بدم. همین. ده هزار قدم روزانه کامل شد. ادامه یه قضامون داشته باشویم. شاگردم تموم شدن، حتی فردام قراره اینجا بیام چون نیوشو تولد شه و گفتش که آره تو میتونی شاگردم ساعت یک تمرین بدی. گفتم اوکی. بعد از اون برم آلاله و ونوس هم میخواستن بیان سشن داشته باشن، گفتم اوکی پس میام، ولی خب سه ساعت دیگه، سه ساعت پشت سر همه. And it's fine. مهم اینه که بعدش قراره نمیگم، چون آخر هفته است و آخر هفته برنامه‌های جالب داریم و خودتون تو ولاگو می‌بینید. دارم میرم خونه. یای! با اینکه کارامو دوست دارم، شاگردامو دوست دارم، کلا دوست دارم اینجا رو، ولی خب باز وقتی آخر هفته است یه مود دیگه، یه اینجوری که بخاطر که واقعا در طول هفته وقت نمیشه یه سری کارا که می‌خوای انجام بدی و بدی، یه سری کاری که می‌خوای انجام بدی و بدی انجام بدی. و هر ویکند هم من سعی میکنم این برنامه مهیج داشته باشم. ببینید دیگه ولاگا رو ببینید، من لو نمیدم از الان که ویکند چیکار میخوام بکنم، ولی خب ببینید واقعا ببینید. سلام علیکم. رسیدم خونه، یه سر کارم کردم، دوش اساسی گرفتم و یعنی یه دوش یک ساعته اساسی. من هر چه وقتی باری حموم اساسی میرم، یعنی یه جوری میسابم که اصلا نگم براتون. لایه اپیدرم پوستم و قشنگ میکنم. بچه‌ای که زیست خوندن میدونن دارم کجا رو میگم. آره خلاصه مدام الان اینم میندازم رو دوشم برای اینکه تیشرتم خیس نشه. حوله دوست ندارم دور موهام بپیچم، دوست دارم موهام همینجوری خوشه. بعد حوله خیلی بزرگم ندارم، واسه همین اینو میندازم به عنوان حوله. چی داریم اینجا؟ به به چه چیز هیجان انگیزیه.
پنیر کاتج، ماست پروتئینی و یه قاشق پودر پروتئین با طعم شکلاتی قاطی کردم، گذاشتم فریزر برای نیم ساعت. میگم بستگی به درجه فریزرتون داره، در حدی که فقط یه ذره سفت شه قشنگ شیر بستنی میشه. روشم بادوم هندی ریختم، بخوریم. نم جدی مزه بستنی شکلاتی میده. نم 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 نم. خیلی واقعا خوشمزه است. تا امتحان نکردید قضاوت نکنه. نم 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 نم. پودر پروتئین هم از بارکتاپه با طعم شکلاتی، فوق العاده است، فوق العاده. لینکش تو دیسکریپشن باکس میذارم، اگه خارج از کشور هستید تو این سفارش بدید به خود تخفیف من. یم. سلام عشقا، سلام نانه جون، نانه مامانی، خوبی مامانم؟ چی میخوری؟ به به، میادم این بالا، میاد بالا، تعارف نداره که، تعارف نداره که، میاد بالا، میاد بالا پیش خاله، میاد پیش خاله ملینا، خاله ملینا، به به، بابا سن، وسط ادیت کردم من، عالیه، عالی. مامانت کجاست؟ مامانت کجاست؟ همین الان ادیت هم تموم شد، حقیقتا نمیتونم کتاب بخونم امشب. نه جدی، نه میخواید قضاوتم کنید؟ میخواید بهم بگید این چه وضعی انجام دادن چالشه؟ هرچی میخواید بگید، من این چالش رو از اول انجام نمیدم. این مشکلات در طی مسیر اتفاق میفته، جزوی از مسیره. مهم اینه که کتاب قرض گرفتم و فردا حتما میخونم. الان واقعا نیاز به خواب دارم.